سلام دادارو خوراکانی عزیز، تماشابینان این نوروز تلویزیونی بهاریستان. اینک مشغولیتی نوبتی ما باز از استخوانه برنامه هفت رنگ پیشکشتون میگردد. بید امروز یک جای روی لوحه رسم یک خرگوشک را هنگامی جمع‌آوری قلفینه تصویر میکنیم. اگر شما با سرشوی مشغولیت آماده باشید، پس بید شروع میکنیم کار ایجادی را. انا اینجا باشد بچه ها، بید در اول ما در قسمی چپ یعنی در پهلوی چپی خوغزمون خودی بوته های قلفینه رو تصویر می سازیم. بعدا اطراف اون البته می توانیم خرگوشک رو نیز تصویر نماییم. خب انا اینجا تنه این بوته و برکایش در نوبتی اول نشان داده می شوند، یعنی تصویر کرده می شوند. اینک ما شروع کردیم تصویری برکایی نهالی قلفینه رو و چه خیلی که میبینید با چونین بوریش ها با خطای شکسته ما برکای قلفینه رو روی کاغذ عکس نموده استاده ایم. انا میتور ما اینجا علاقه تصویری برگی دویم رو زیری تنهی نهالی قلفینه یعنی تصویر نموده استاده ایم، پورا گردونده استاده ایم. خوب حالا میتوانیم برکای باقی مونده رو نیز یک بار تصویر کرده پورا و زیبا سازیم. انا میگونه بچه ها ما برکا را زیری پایه قلفینه علاقه تصویر کردیم. حالا قسمت بالایی را باشد با تصویری برگی خوردکک و یک گلی خوردککی مایل به شکفتن دارد اینجا پورا تر میسازیم. اکنون حالا باشد در این نهالی تصویر کرده خودی میوه های قلفینه را نیز تصویر می سازیم. انا می گونم بچه ها نگفته نموند که ما میوه اول را یعنی قلفینه یکم را در این بوته تصویر شده با توری کلانتر یعنی حجمان کلانتر می توانیم تصویر سازیم. و اینجا با برک های بلویش با دمچهش قلفینه را حالا زیب داده پوراتر می گردانیم. خب در انامین نوگی نوده می توانیم قلفینه حجم خوردکک رو نیز نشون دهیم که این قسمی بالایی رو در عملی ما آرام می دهد. و باز می گذاریم به قسمی پایانی قلفینه ها رو در نوده های پایانی نیز در این بوته یک و یک تصویر می سازیم. و اینجا نیز البته با برک های بالایی حالا میوه قلفینه رو ما آرام داده زیباتر میگردونیم. بعدا قلفینه نوبتی رو علاقه میتوانیم در قسم اندک بالاتر جای دهیم و تصویر سازیم. و انا میگونه بچه ها اینجا نیز با برکایش قلفینه نوبتی رو نیز تصویر کردیم و با گذاشتن چونین اشارچه های خوردکک چونین خوچه ها حالا شکلی پوره اونها رو به نظرها نمایان ساخته و اونها رو زیباتر میگردونیم. و عادتا در طبیعت نیز در میوه های قلفینه چونین اشاره ها یعنی چونین نقش دیده می شود. بیاید بچه ها اکنون شروع میکنیم تصویری خودی خرگوشک را. و چیگونه ای که خودی شما نیز باور دارم مشاهده نموده استاده اید بچه ها، ما در اول شکلی عمومی یعنی کلای خرگوشک را با شکلی دوره مانند بودنش تصویر میکنیم. آنها اینجا علاقه زیری چهرش رو یعنی اطرافی رخساره های خرگوشک رو نیز تصویر کرده استاده ایم. با همین اشاره قسمی نمبر شده یک بار علاقه نشان داده شد. پس میتوانیم علاقه گوش های خرگوشک رو نیز بالای سرش تصویر سازیم. با همین گونه اشاره خاص طرحی گوش ها نیز بالای سر خرگوشک نشان داده شدم. اکنون حالا باشد با تصویری چشمان و دهان و بینی با چهره خرگوشک را زیبا می سازیم. انا میتر بچه های عزیز ما با اشاره های خاص در اول چیگونه که می بینید اطرافی چهره نخترش رخساره ها را زیر چهره خرگوشک تصویر کرده
онро бо як намуди зебо ва афсонави оро дода истодаем. Баъдан алакай метавонем бинии харгушакро низ нишон дему зери он даҳонашро тасвир кунем. Ана метавонад дар аввал қисмҳои болои, яъне лабҳои болои харгушак атрофи даҳонаш ишора карда мешаванд. Баъдан андаке бо нишон додани қисми дохилии даҳонаш онро пурратар месозем. Ана инҷо пас аз пурра тасвир кардани даҳони харгушак, мо алакай метавонем чашмонашро низ бо шакли пуррашон нишон диҳему, баъдан дохили онҳоро ороиш бахшем. Ана ин гуна бачаҳо оҳиста оҳиста мо чӣ тавре ки мебинед бо шакли давраи дарозрӯя, яъне намуди умумии чашмони харгушакро ишора кардем. Акнун бо ишораҳои иловагӣ бо тасвири даврачаҳои хурдакак якбора сиёҳии дохили чашмони харгушак низ пурра нишон дода мешавад. Ана инҷо бошад дар охир абрувон ва дохили гӯшҳои харгушак низ андаке ишора карда мешавад. Ана ин гуна. Акнун ҳоло бошад мегузарем ба тасвири боқимонда қисмҳои бадани харгушак ва ногуфта намонад ки бадани харгушакро мо бачаҳои азиз бо сару либоси афсонавӣ оро медиҳем. Ана инҷо қисми пеши гардан ба тахтапушти харгушак алакай пурра тасвир карда шуд. Хуб, мегузарем ҳоло ба тасвири дастонаш ки бо панҷаҳояш гӯё ба чидани қулфинайҳо майл дорад. Ана ин гуна ҳоло мо ангуштони дастони харгушакро ба назарҳо намоён намуда тасвир месозем. Ана инҷо банди дасти ӯ низ нишон дода мешавад ва якбора чӣ хеле ки гуфтем бо сару либоси зебоу шинамитобистона бадани харгушак инҷо оро дода мешавад ва бо анамин хати нимдавра алакай мо қисми поёниро дар либоси болоии харгушак дар баданаш нишон додем ва ҳоло бошад миёнбандеро дар миёни ӯ низ тасвир месозем. Бо анамин гуна ишораҳо ва бо тасвири тасмачаҳо инҷо миёни харгушак низ пурра ороиш дода шуд. Хуб, акнун дар охир бошад думи хурдакаку зебояки харгушак низ пурра тасвир карда мешавад ва бо онро бо анамин гуна шаклаш инҷо пурра нишон медиҳем. Акнун бачаҳои азиз, ҳоло бошад мо назди харгушак як сабатчаро низ тасвир месозем ки гӯё харгушаки тасвир кардаи мо қулфинайҳоро чида ба ӯ гузошта истодааст. Ва ҳамин гуна дар аввал мо шакли умумии сабатчаро тасвир мекунем, ба назарҳо намоён месозем. Ана инҷо гӯё қисми дастаи он бошад, қисмҳои боқимондаашро бошад якбора тасвир карда инҷо пурраву зебо месозем ва бо чунин гӯё шакли бофта шуда мо қисми болои сабатчаро оро додему баъзе ишораҳоро ҳарҷо ҳарҷо дар намуди умумии вай нишон медиҳем. Акнун дохили онро пур аз қулфинайҳо месозем. Чӣ гуна ки мебинед бачаҳо, инҷо қулфинайҳо албатта пурра неву, балки қисман аз дохили сабатча намоён шуда истодаанд. Ана инҷо бошад баргҳои болоии мевай қулфинай низ тасвир карда шуданд ва қулфинаи навбатиро инҷо нишон медиҳем ва бо чунин ишорачаҳо якбора биёед ороиш медиҳем ва инак бори дигар мо атрофи сабатчаро, аниқтараш қисмҳои болоии сабатчаро метавонем бо таври ториктар ба назарҳо намоён созем. Ҳоло бошад мо бо тасвири бутаву майсаҳо муҳити атрофи харгушакро низ пурра ва зебо месозем. Ана инҷо чӣ гунае ки мебинед бачаҳо, мо аввал яъне қисмҳои поёниро, майдончаи поёниро
روی لوحه همون بای شورایی چونین یک مایسازوری زیبو یعنی پورا میکنیم تصویر میسازیم و با این اشاره های خوردکه قسم پایانی علاقه پورا نشان داده شد. حالا باشد میگذاریم با قسم های بلوتر و اینجا باشد چونین بوتچه های خوردکه را که گویا از دور با ما نمویانند او را داده پورا میسازیم. خوب قسمی پهلوی نیز یک بارا به نظرها نمویان کرده میشود و همین گونه علاقه پهلوی راست نیز در منظره ما با اشاره چنین بوتچه های زیبا پورا تر کرده شد. اشاره چنین شخشه های خوردکه یک بارا بوته ها بوری دیگر او رویش گرفتند. هنمی طریق بچه های عزیز اینجا ما تصویری لوحه رو با استفاده از قلمی یودی پور را به انجام رسوندیم. بیاید اکنون شروع میکنیم یک جایه رنگ و باری اون رو. و در اول ما باید موی قلمی دلخواه رو آماده سازیم. هنمی جا در اول ما برای رنگ و باری قلفی نیو از رنگ سرخ استفاده میبریم. اکنون با این رنگ میگذاریم چی طوری که گفتیم با رنگ و باری میوه های قلفی نی. همین گونه بچه های عزیز ما یک و یک قلفینه ها را که اینجا با قلم یودی در اول تصویر کرده ایم یعنی پورا رنگ بار کرده می گذاریم. بعدا البته با رنگی تاریکتر اونها باری دیگر اشاره کرده می شوند. انا اینجا باشد قلفینه خوردکک را که قسمی بالایی بوتایی تصویر شده را زیب می دهد رنگ بار کرده می شود. باز می گذاریم به قسم های پایان تر. انا اینجا علاقه ما قلفی نهی نوبتی رو نیز یعنی قسمان با رنگ خاصی خود با رنگ سرخ رنگ بار نمده استاده ایم. خوب اکنون یک بارا میگذاریم به قسمی مرکزی و قلفی نهی رو داخلی سبچه نیز که قسمان نمویانند یک بارا رنگ پوش می نمویی. انا میگونه اکنون برای رنگ و باری برگ و پویه این قلفینه باشد از رنگ سبز استفاده میبریم و جا میتوانیم موی قلم اندکه خوردترک را استفاده بریم چون که در قسم های نازکی ما با این موی قلم آزادانه میتوانیم رنگ و بار سازیم. انا میگونه اینجا رنگ سبز نیز بالای شلکه آماده شد. اکنون با این رنگ باشد بچه ها چهلی که گفتیم ما با رنگ و باری برگ و پایه بوته قلفینه میگذاریم و در اول چونین دومچه و برکای خوردکک رو بالای میوه ها اشاره میسازیم. میگونه بچه های عزیز ما چی طوری که میبینید در اول قسم های بالایی رو با این اشاره های خوردکک آرایش بخشیده زیبو گردانده استاده ایم. شخچه های خوردکک رو نیز در بوته قلفینه با برکای بالاییش ما یک مرتبه رنگ و بار میکنیم و اینک میگذاریم به رنگ و بار و زیبا ساختن اطراف قلفینه های پایانی چون این برک ها رو در قسم های بالایی میوه ها یک بارا نشان میدیم. بعدا قسم باقی مانده پایه و برک های پایانی رو رنگ و بار میسازیم. انا میگونه بچه های عزیز ما علاقه چی خیلی که میبینید رنگ و بار رو در قسم های پایانی یعنی در برک های بوته ای قلفینه ایدامه داده استاده ایم و شما نیز باور دارم با آسانی یعنی رنگ و باری لوحه هایتون رو همراهی من ایدامه داده استاده اید. انا اینجا علاقه ما برکای باقی مونده رو بچه های عزیز چخلی که میبینید رنگ و بار نموده پورا گردانده استاده ایم و قسم های پایانی اونها رو که از سببه که در سایه قرار دارن یعنی با طور اندکک تاریکتر میتوانیم اشاره سازیم و رنگ بار نماییم. انا میگونم انا اکنون ما میگذاریم بچه های عزیز با رنگ باری خودی خرگوشک و در اول البته از رنگی کبودی استفاده میبریم. انا اینجا از رنگی کبود ما باید در اول
نفیس تر استفاده بریم. انا اینجا مالکه شروع میکنیم رنگو بوری خودی خرگوشک رو با استفاده از رنگی کبود. انا میکنم بچه ها چه خیلی که میبینید ما رنگو بوری خرگوشک رو از قسمی بالایی یعنی از قسمی گوش های شروع کردیم. اکنون حالا باشد آیستا آیستا میگذاریم با قسمای پایان تر و یک برای اطرافی چهره اون رو نیز با رنگی کبود آرایش میدیم. انا اینجا اطرافی رخساره های خرگوشک بچه عزیز اندکه با این رنگ اشاره کرده می شوند و قسمای بالایی رو قسمان روی پوش می سازیم. انا اکنون اینجا باشد ما پس از رنگ باری چهره یک بار دستانی خرگوشک رو با پنجه هایش با این رنگ روی پوش میکنیم و در آخر باشد دومی خوردککی رو نیز یک بار رنگ بار می نمایم. انا اکنون اینجا با استفاده از موی قلمی خورترک ما رنگی سیاه رو گرفته چشمان خرگوشک رو زیبا می سازیم. انا می گونم بچه عزیز خیلی هم احتیاط کرونه و نازکانه ما باید سیاهی رو در داخل چشمان خرگوشک اشاره سازیم. خوب اینک میگذاریم با چشم دیگر و داخل آن رو نیز یک برا با این گونه اشاره خوردکک زیبا میگردانیم. اندکه ابروانش نیز با طور خوردکک اشاره کرده میشوان و در آخر بید تسمچه میانی خرگوش رو نیز با همین رنگی تاریک یک برا روی پوش کرده زیبا میسازیم. برای دومه رنگ بر باشد بیاید از رنگی سرخ استفاده میبریم. انا میتور مواندکه از رنگی سرخ گرفته بلوی شومیزیش میدیم. بعدا میگذاریم با این رنگ با رنگ باری دهانی خرگوشک و اینچنین پس از رنگ باری دهان ما بینی خوردکه که خرگوشک رو نیز پورا نیو بلکه قسمان رنگ بار مینام. انا میگونه برای رنگ بوری لباسی بدنی خرگوشک باشد بیاید ما از رنگی زرد استفاده میبریم و اینچنین میتوانیم موی قلمی کلون تر رو گیریم. انا میتوان بچه عزیز رنگی زرد هم تیار کرده میشود. اکنون میگذاریم با رنگ بوری لباس های بدنی خرگوشک و با آنه میگونن رنگ بار بچه ها مالکه چه خیلی که میبینید خرگوشکی تصویر کردم رو با یک نمودی زیبا و افسانوی آرا داده رنگ بار کردیم. حالا باشد بچه های عزیز ما میگذاریم بر رنگ باری سبچه. برای این باشد البته ما از رنگ جیگری استفاده میبریم. خوب در اول موی قلمی کلونتر رو انتخاب می نمویم بعدن رنگی جیگری رو هم بلوی شا اومیزیش می دیم. همین طور بچه های عزیز در اول ما قسمی بلوی رو در سبچه رنگ بر کردیم. خوب بعدن می گذاریم با قسم های باقی مونده یعنی قسمی پهلوی و زیری سبچه که اون البته پوره یک مراتبه با این رنگ روی پوش کرده می شود. اکنون بچه ها حالا باشد ما شروع میکنیم رنگ باری محیط اطرافی خرگوشک رو. در اول باشد از آمیزش رنگ های زرد و سبز استفاده میبریم. انا میگونم بچه ها در اول ما از رنگی زرد میگیریم و با اون اندکه از رنگی سبز نیز آمیزش داده رنگ دلخواه رو تیار میکنیم. اینک ما با این رنگی زیبای آماده کرده ما بچه ها میگذاریم با رنگ باری منظره که محیط اطرافی خرگوشک را احاطه نموده است. و اکنون حالا قسمی باقی مونده ای مایس از را که میدانچه لوحه ما را زیب می دید بچه ها ما یک برا با همین رنگ پوره روی پوش کرده می گذاریم. اکنون از این رنگی اموده کرده من اندکه با طوری تاریک تر استفاده می بریم و
Муи театрофро дар рӯи лавҳа бозам зеботару рангин тар месозем. Ана инҷо аллакай атрофи чеҳраи харгӯшакро мо бо ин ранг дар бутачаҳои атрофӣ ишора карда зебо сохта истодаем. Ва ҳангоми рангубори ин қисмо мо бояд хело ҳам эҳтиёткорона амал намоем, то чеҳраи харгӯшакро бо ранги сабз рӯйпӯш насозем. Ана мегуна аллакай мо қисмои поёни, қисмои охиринро дар бутачаҳои атрофи харгӯшак рангу бор карда истодаем. Инак мо бутаҳоро низ пурра як маротиба рангу бор карда гузаштем. Бед бачаҳо мегузарем ба рангубории фазои манзарамон дар рӯи лавҳа ва барои ин бошад аз ранги кабуд майнтар истифода мебарем. Инчунин мои қалами калонтарро метавонем интихоб намоем. Ана инҷо нагуфта намонад ки мо барои рангубори фазо аз ранги кабуд хело ҳам маҳин истифода мебарем. Акнун бо ранги кабуд, бачаҳои азиз, чӣ тавре ки гуфтем, мо оҳиста оҳиста шурӯъ менамоем рангубори фазоро дар қисми болоии манзарамон. Ва поин мебинем ки аллакай манзараи мо шакли пурраро мегирад. Ана инҷо атрофи харгӯшакро бошад, боз ҳам бо шакли маҳинтар рӯйпӯш месозем. Ва ана мегуна аллакай мо ба паҳлӯи дигар гузаштем ва қисмҳои боқимондаро низ дар ин кунҷи поёнӣ чӣ хеле ки гуфтем бо таври нафису маҳин ва нозукона рангу бор менамоем. Қисмҳои паҳлӯӣ бошад дар фазо андаке ториктар метавонад сурат гирад. Ана ҳамин тавр мо рангубори лавҳамонро пурра ба анҷом расонидем. Имрӯз мову шумо якҷоя бо истифода аз рангҳои обӣ рӯи лавҳа расми як харгӯшакро ҳангоми ҷамъоварии қулфинайҳо тасвир кардем. Дар ҳамин ҷо машғулияти имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Хайрбачаҳо, шоду пирӯз бошед!